کدوم یک از آثار خودتون رو بیشتر دوست دارید؟ اگر که لطف کنید برای ما بخونید ممنون میشم. یک غزلی هست عرض به خدمت شما، چون این رو من با استاد ابوالحسن بیژنی در میون گذاشتم. یک ردیف و قافیه هست وهم برانگیز گویا که نیست، چون گویا یه جور ایهام دو وجهیه. در بلا افتادم با ساحری گویا که نیست، در بلا افتادم با ساحری گویا که نیست، عاشق و دلداده یک دلبری گویا که نیست. این دل شیدای من افتاده در دام بلا، دل به ره دادم کنار رهبری گویا که نیست. از نگاه گرم تو جویم شبی طعم لبت، از لبت نوشم دو پیک ساغری گویا که نیست. ره طلب دارد ز دل مجنونی و شیداییم، بی نفس رفتم به دام کافری گویا که نیست. دل به یک دیوانه ای دادم چو من دل داده بود، می روم من در پی نیلوفری گویا که نیست. عقل من از سر برفت و در برم چیزی نماند، می کشم نقشی بر آن روی تری گویا که نیست. با خزان بودم که از رویا سخن آورد میان، من خطاکار ره پیغمبری گویا که نیست. یه جور دو وجهیه که مخاطب رو به اندیشه وامی داره که آیا هست یا نیست، چون شعر باید مخاطب، به قول حضرت حافظ، کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب. یعنی شعری که اندیشه درش نباشه، خب به واقع اون شعر خب به دید به زعم بنده ضعیف است. شعر باید مخاطب رو به اندیشه واداره، یعنی دغدغه مند یک مسائل حالا باشه که مخاطب اندیشه بکنه که این هست یا نیست، وجود داره، وجود خارجی داره نیست، این یه جور وهم انگیزه که اندیشه داره. بله جناب کافی، توصیه شما به علاقمندان ادبیات اگر توصیه دارید بفرمایید. ببینید، به عزیزانی که حالا میخوان شعرهای حالا سبک نو یا سپید رو دنبال بکنن، توصیه این است که شعر کلاسیک و اون چارچوب و قواعد رو اول بیاموزن، سپس دنبال شعر سپید باشن. چون ببینید، خب خیلی از عزیزان مثلا جوان و نوجوان که علاقه مند هستن، خب میگن خب شعر کلاسیک دست و پاگیره، شعر سپید راحته، در صورتی که شعر سپید از شعر کلاسیک هم سختره. چون ببینید، شما باید اشراف کامل به تمام قالب‌های ادبی داشته باشید که بتونید، خب چون شعر نو، شعر نیمایی ردیف و قافیه نداره، وزن داره. شعر سپید ردیف و قافیه نداره، وزنم نداره، اما قالب های ادبی داره که شما باید با آرایه های ادبی اشراف کامل روی قالب ها داشته باشید، بتونید این قالب ها رو چیدمان بکنید و در لحظه هم تصویر سازی بکنید. حالا اون تصویر سازی هایی که احمد شاملو میکردن واقعا زیبا بود در شعر سپید. توصیه این است که عرض به خدمت شما، اولا که فقط انشای نانوشته بدون غلط است، اصلا نترسن، یعنی در محافل ادبی شعر بگن، شعراشون رو ارائه بدن، هر چقدر شعر بگن پخته تر میشن. و اینکه اون چفت و بست، اون آرایه های ادبی، اون چیدمان، اون مسائل رو در نظر بگیرن و از اساتید مختلف بهره بجوان، هیچ اشکال نداره. به قول معروف، هر چقدر بیشتر سعی بکنن، کوشش بکنن، آب دیده تر و این اشعار سیغلی تر میشه. مثلا اگر منتقد دلسوزی اگر راه نمایی کرد، با جون دل بپذیرن. من حقیقتا حالا توی مقطعی توی اقلیم اول استاد سلسال گیلانی هم همراهی کرده، اما در بقیه راه ممنون استاد ابوالحسن بیژنی هستم که حقیقتا هر جایی
بنده مشکل به اصطلاح آرایی داشت، آرایه های ادبی داشتم، مخصوصا روی وزن راهنمایی میکرد، جایگزین میگفتن. حتی موردی بود که یک غزلی بود، نیست که نیست بود، حتی ردیف چون نیست که نیستی که حافظ استفاده کرده با ریاضیات در واقع هست میشه. این رو یه من به ایشون مراجعه کردم، ایشون گفتن که اگر این ردیفی که نیست که نیست هست، اون قافیات رو اگه عوض کنی وزن درست میشه، که غزل بسیار خوبی بود، الان همراه ندارم. این میخوام بگم که از راهنمایی اساتید بهره ببرن، اصلا هیچ اشکالی نداره. تشکر و ممنون از حضور شما، امیدوارم سپاس که از شما. موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، این بود برنامه ما با جناب آقای حمید کافی از ایران. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتون.